سلام بر شما، خوش اومدید به این برنامه زنده صفحه دو. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تحولات یک هفته گذشته درباره منازعه اخیر بین ایران و آمریکا. پیش از شروع بحث برای یادآوری نگاه گذرا داریم به اونچه که در این هفته گذشت. این روزها نفس‌ها در سینه حبسه، نگاه‌ها به دهان رهبران دو کشور دوخته شده، انگار دو بوکسور روبروی هم ایستادند. اما برخلاف اونچه که در رینگ بوکس می‌گذره، وضعیت ایران و آمریکا رو فقط مشت یکی به دیگری تغییر نمیده. ممکنه کسی از تماشاچی‌ها از بیرون رینگ چیزی به داخل بندازه و کل مسابقه رو تحت تأثیر قرار بده. متحدان دو طرف، نیروهای غیر متعارف نزدیک به هر یک از اونها، با امتیازها، انتخابها و منافع پیدا و پنهانشون، همه در این منازعه نقش دارند. یکی از این گروه ها حوثی ها هستند که حالا هر موشکی که به عربستان میزنند میتونه روی دعوای ایران و آمریکا اثر بگذاره. یک بهانه هست که عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همینطور آمریکا بهش دست آویز میشن که بتونن تقصیر این حمله ها به تاسیسات نفتی رو گردن یکی دیگه بندازن. اونها فراموش کردن که عربستان سعودی بود که یک جنگ رو شروع کرد با یک ائتلاف بین المللی علیه یمن در سال 2015. بنابراین تمام این 4 سال گذشته فراموش کردن که خودشون بودن 4 سال با همه سلاح‌ها، بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های فسفوری، بمب‌هایی که آمریکا بهشون داده، به حوثی‌ها حمله کردن، به یمن حمله کردن و میخوام بعد بگن که تقصیر این حمله که به تاسیسات نفتی از طرف ایران اومد. هر دفعه که حوثی‌ها هر نقاطی که تحت کنترل عربستان بود و مورد حمله قرار دادن، مورد هدف قرار دادن، اینا فوری همون حرف رو زدن که آره تقصیر ایران بوده که به حوثی‌ها این رو گفته. گرچه خودشون ممکنه این نقش رو قبول نداشته باشن، اما سایر بازیگران برای اونها نقش قائلن. بسیاری از مسئولان حالا در کشورهای اطراف نگران تأثیر یک درگیری احتمالی روی کشور خودشون هستند. از همه اونها بیشتر عراقی ها که به ایران بیش از اندازه نزدیک شدند و وامدار آمریکا هم هستند. ما نمی‌خواهیم در این درگیری هیچ نقشی داشته باشیم. به همه طرف‌ها می‌گوییم خونسردی‌تان را حفظ کنید. بس دیگه. جنگ و درگیری بس. قطعاً عراقی‌ها نمی‌خوان دوباره این کشور میدان جنگ نیابتی دیگران شود. برهم صالح، رئیس جمهوری عراق، تنها یکی از این چندین چهره است. این روزها بعضی از چهره‌هایی در این باره ابراز نگرانی کردند که روی پیشونیشون مهر ایران دارند و به شدت به ایران نزدیک هستند. اما در خود ایران رهبر جمهوری اسلامی گفته جنگ نمیشه، مذاکره هم نمی‌کنیم. با وجود این، وزیر خارجه عمان، کشوری که همواره نقش میانجی در دعواهای ایران و آمریکا را ایفا کرده، به ایران رفته و با توجه به سابقه این میانجیگری این حس رو به وجود آورده که احتمالاً پشت پرده گفتگوهایی در جریانه. بشنویم واکنش او رو. Not really. We are not playing that type of what you think is. نه واقعاً ما آنطور که فکر میکنید نقش میانجی نداریم، ولی به شدت نگرانیم. فکر میکنیم با کمک دیگران تنش فعلی را مهار کنیم و در این حال فکر میکنیم دو طرف، ایرانی ها و آمریکایی ها، هر دوی آنها با دوستانشان متوجه شدن که تنش فعلی ممکن است به فاجعه منجر بشود و البته شاید هم به توافق ختم شود. همه می‌دانند که اگر اوضاع بدتر شود بقیه دنیا ضرر می‌کنند. ابعاد آن قابل اندازه‌گیری نیست. یک جرقه کافی است. ایران و آمریکا هر دو از نظر نظامی و فرماندهی این توان را دارند که مانع این وضعیت بشوند. در 40 سال اخیر ایران نشان دادند. کشورهای عضو شورای همکاری خلیج باید متوجه بشوند که یکدیگر را مقصر دانستن بازی بسیار بسیار خطرناکی است. برای بینندگان شما بگویم که اگر جنگی در بگیرد، بحث یک هفته و دو هفته و یک ماه دو ماه نیست. بحث بودن و نبودن است. If war break, it's not a week or two weeks.
نگاه تنها نگاه وزیر خارجه عمان نیست. بسیاری حتی در تهران و واشنگتن با او هم نظر هستند. نمایندگان کنگره در واشنگتن از دولت خواستند به اونها توضیح بده که اونچه که تهدیدات ایران در منطقه خونده دقیقاً چیه. اجازه بدین از سام فرزانه خبرنگارمون در واشنگتن بشنویم. سام، این روزها دعوای بین کنگره و دونالد ترامپ که جورایی دوباره بالا گرفته، همین دیروز درو زده به هم و آقای ترامپ از جلسه خارج شده، این رو شنیدیم. ممکنه بگی در مورد ایران اختلاف نظرشون چی بوده؟ اختلاف نظر همین است که گفتی. خیلی از کسانی که در حزب دموکرات هستند، حزب منتقد دولت آقای ترامپ، معتقد هستند که او به اونها اطلاعات لازم رو نمیده، نمیگه که داره چه اتفاقی میفته. جلسه ای بود دو روز پیش در واشنگتن در کنگره و وزرای خارجه و سرپرست وزارت دفاع آمریکا و همینطور رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور رفتن و برای نمایندگان هم مجلس نمایندگان هم سناتورها در سنای آمریکا توضیح دادن که الان وضعیت به چه شکلیست. تنها نکته‌ای که میشه گفت که مشترک بود و هر دو طرف، هم دموکرات هم جمهوری خواه، بر اون تاکید داشتند این بود که دولت آمریکا فعلا به دنبال جنگ با ایران نیست. حتی یکی از سناتورهای دموکرات گفتش که مطمئنه که یک همچین خواسته‌ای در دولت آمریکا وجود نداره. اما اون چیزی که این دو دسته رو، این دو حزب رو، نمایندگانشون رو از هم جدا داره میکنه اینه که آیا اگر اتفاقی بیفته یا به قول شما کسی از بیرون رینگ بخواد چیزی رو پرتاب بکنه میونه این دعوا، آیا اون وقت آمریکا باید پاسخ بده یا نباید پاسخ بده؟ دموکرات ها میگن که نه، آمریکا باید خویشتنداری بکنه. حتی یک جاهایی ایالات متحده و رفتارهای آقای ترامپ رو مقصر این میدونن که وضع به اینجا رسیده. اما جمهوری خواهان بیشتر نظرشون بر این هست که آمریکا باید پاسخ بده و باید خیلی محکم هم به این موضوع پاسخ بده. از طرف دیگه میدونیم که افرادی هستند از نزدیکان آقای ترامپ که این نگرانی در مورد اینها وجود داره که اونها دارن به طبل جنگ میکوبند. از طرف ایران هم بارها از وزیر خارجه ایران شنیدیم آقای بولتون رو نام برده و سایرینی هم هستند. نقش و جایگاه اینها الان چطور تعریف میشه؟ آیا اونها هنوز اون قدرت سابق رو دارند؟ فقط ایرانی ها نیستن که آقای بولتون رو متهم به جنگ طلبی میکنن. دموکرات ها تقریبا میشه گفت که تعارف رو کنار گذاشتن و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا رو متهم میکنن که اصلا به دنبال جنگ هست و سر این موضوع خیلی هم قسم خورده هستند. او رو به اسم نام میبرند و میگن که این آدم کسی هست که آمریکا رو وارد یک جنگ انگار تمام نشدنی در عراق برده و او رو متهم میکنن که همون کار رو که در عراق کرده بود حالا داره اینجا درباره ایران میکنه. همونطور اطلاعات رو دادن، همونطور بازی کردن با افکار مردم و اینکه اونها رو آماده بکنن برای اینکه یک جنگ با ایران در بگیره. اینها میگن که آقای بولتون داره این کار رو میکنه. از اون طرف دموکرات ها یک نکته دیگه ای رو هم در حداقل یکی دو روز گذشته بیشتر در موردش صحبت میکنن و اون اینکه کاخ سفید و دولت ایالات متحده برنامه مشخصی برای مقابله نداره. اونها فقط سعی میکنن که درباره این صحبت بکنن که مثلا ایران چه کشور بدیه یا ایران مثلا این کار رو کرده آن کار رو کرده، اما اینکه واقعا میخوان چه کاری بکنن برنامه‌ای ندارن و این بیشتر اونها رو نگران میکنه که توی یک همچین شرایطی مثلا فردی مثل آقای بولتون بتونه اثرگذاری بکنه و کشور رو به سمت یک جنگ ببره. اگه ممکنه یه مقدار هم در مورد نظرسنجی ها و حال و هوای در واقع افکار عمومی در واشنگتن بهمون بگو. نظرسنجی ها یک چیز جالبی که نشون میدن اینه که الان در آمریکا یکی از آخرین نظرسنجی‌هایی که انجام شده و مال رویترز بوده، اونا میگن که از هر 5 نفر آمریکایی که بپرسی آیا در صورت اتفاقی در منطقه باید آمریکا وارد جنگ با ایران بشه یا نه، 4 نفرشون میگن بله باید یک کاری بکنه، یعنی باید پاسخ بده. برخلاف اون چیزی که دموکرات‌ها میگن که اگر اتفاقی بیفته و آمریکا بخواد پاسخی بده یا بخواد جنگی رو شروع بکنه، باید اول از کنگره اجازه بگیره. مردم مثل این که از هر 5 نفر 4 نفرشون میگن نه، خود دولت هم میتونه وارد پاسخگویی بشه. حالا در این میان بله عده‌ای هستن که نیمی از اونها میگن که باید حمله محدودی باشه، گروه بیشتری از اونها میگن که نه، باید حمله تمام عیاری باشه. متشکرم سام فرزانه خبرنگار ما در واشنگتن، ممنونم از تو.
سعی کردم توضیحاتی بدم و روشن بکنیم در هفته گذشته چه گذشته و چه اتفاقاتی افتاده. اما بحث رو با 4 مهمان پی میگیریم: حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل و تحلیلگر مسائل سیاسی از بروکسل با ماست، مهدی نوربخش، استاد سیاست بین الملل در دانشگاه هریسبرگ پنسیلوانیا از همین شهر، ناهید فرهاد، پژوهشگر در مرکز اسناد حقوق بشر ایران و عضو جریان سوم از نیویورک، و علی قلی‌زاده، پژوهشگر سیاست‌گذاری عمومی در دانشگاه علوم و تکنولوژی چین از استان آنهوی در چین. خیلی خوش آمد میگم به هر 4 نفر شما. من میخوام از آقای دستپیش شروع بکنم با توجه به نگرانی که میبینیم عراقی ها دارند. من اول میخوام بدونم که چرا اینقدر از تمام در واقع چهره های اصلی سیاسی در عراق شما این نگرانی رو میشنوید، حتی چهرهایی که خیلی نزدیک به ایران هستند. آیا اوضاع از کنترل اونها خارج شده که اینقدر نگرانند؟ ببینید، اون چیزی که در عراق هستش اساساً حضور جمهوری اسلامی، هرچند که در عرصه رسانه اینجوری تبلیغ میشه که حضور جمهوری اسلامی اساساً یه حضور سیاسیه، اما واقعیت مسئله اینه که حضور جمهوری اسلامی در عراق یه حضور امنیتی و نظامی است. خب فضایی که جمهوری اسلامی در عراق به وجود آورده در سطح سیاسی اون، سیاستمداران اون بیشتر از اون چه که تحت تأثیر ایران باشن از لحاظ ذهنی و از لحاظ به اصطلاح سیاسی و از لحاظ فرهنگی، بیشتر تحت تأثیر ترس امنیتی است که در عراق ایجاد شده. خب همچین فضایی رو موقعی که در سطح سیاسی ترجمه میکنیم، معناش اینه که عراقی ها اگه در خلوت خودشون ازشون بپرسی، همچنان که بعضیاشون در خلوت خودشون با سیاستمداران کرد صحبت میکنن، دوست ندارن این وضعیتی که جمهوری اسلامی در عراق داره ادامه پیدا کنه. اما از طرف دیگه هم این رو درک کردن که اگه قراره اتفاقی در عراق اتفاقی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بیفته، عراق به مسئله اصلی تبدیل میشه، به این معنا که یک بحران دیگه این کشور رو فرا خواهد گرفت. در هفته‌های گذشته که آقای پومپئو به عراق سفر کرد، اطلاعاتی وجود داشت در این زمینه که همچین اتفاقی در عراق قرار بیفته، و اون سفر آقای پومپئو و نشست سران شیعه رو در پی داشت که آقای عبدالمهدی رو درخواست کرده بود. در مجموع میتونم بگم که عراقی ها در مورد آینده خودشون از این لحاظ که وابسته به آینده جمهوری اسلامی باشه نگرانن، به همین دلیل که به شیوه های گوناگون اونو بیان میکنه. ولی آقای دستپیش، ما میدونیم که یکی از چیزهایی که باعث شد که آمریکا به هر حال تمهیدات نظامی بیشتری برای منطقه در نظر بگیره، موشکی بود که به یکی از ساختمان های نزدیک به سفارت در منطقه سبز خورد در بغداد. میشه حدس زد که کار چه کسی ممکنه باشه؟ آیا اصلا در عراق هیچ در واقع نگاهی هست که ممکن هست چه گروهی پشت یک همچین حمله میتونه بوده باشه؟ خب ببینید، همچنان که عرض کردم، حضور جمهوری اسلامی حضور امنیتی و نظامی. امنیتی به این معنا که خب نیروهایی را جمهوری اسلامی در سطح عراق داره که میتونن هر نوع عمل امنیتی یا به اصطلاح موضوعی رو که قرار باشه که اونها بخوان اون انجام میدن، حالا چه در سطح کلان اون باشه یا در سطح به اصطلاح متوسط اون یا خرد اون باشه. قسمت دوم اون مسئله نظامیگری، خب گروه‌های میلیشیایی بسیاری در عراق هستن که به نوعی از ایران تغذیه میکنن یا اونها هم ایران رو تغذیه میکنن، به این معنی که اینا میتونن در هر لحظه‌ای با به خاطر وابستگی بسیار شدید اونها، بعضی از اونها اینو متوجه هستم آقای دستپیش. بحث ما این هستش که آیا هیچ کس میتونه حدس بزنه که چه گروهی پشت این حمله حالا موشکی یا با RPG هرچی بوده به منطقه سبز بوده؟ آیا به قول معروف حرف و حدیثی هست که احتمالاً کار فلان گروه بوده یا نه؟ بنده اطلاعات خاصی در این مورد ندارم، اما خب طبیعتاً انگشت اتهام بیشتر متوجه اون کسایی میشه که نزدیک جمهوری اسلامی در اون حلقه یا در اون دایره قابل تعریف است. صحیح. آقای نوربخش، جمهوری اسلامی به هر حال سالهاست که در عراق قدرت داره، تاثیرگذار هست و کارهای زیادی هم کرده. خیلی وقتا به کمک مردم عراق اومده، مثلا برای مقابله با داعش صحبتش هم شده در سالهای اخیر بارها.
آیا جمهوری اسلامی نمیتونه این گروه های نزدیک به خودش رو در عراق کنترل بکنه؟ یا فکر میکنید که چون به نظر میاد که جمهوری اسلامی بارها میگه که ما نمیخوایم جنگ بشه، تلاششون این هستش که مثلا جنگ نشه، آیا نمیتونه این گروه ها رو کنترل بکنه؟ یا اینکه فکر میکنید که در واقع اونها هستن که باعث چنین حملاتی ممکنه شده باشه؟ ولی من جواب این سوال رو خیلی سوال به نظر من سوال درستی هست که باید کرد در این شرایط. چندین حمله موشکی در حال حاضر شده است توی خاورمیانه. خب 4 کشتی زده شده، 2 لوله نفت زده شده، فرودگاه نجران برای سومین بار الان امروز از طریق درون یا پهپاد بمباران شده. اما به نظر من مهمترین حمله ای که در طول این چند روزه اتفاق افتاد که بسیاری از معادلات رو به هم زد، همین حمله موشکی از جنوب بغداد بود به منطقه سبز. این منطقه سبز رو میدونید که تنها سفارت آمریکا در این منطقه سبز نیست، بسیاری از ساختمان‌های دولتی در این منطقه سبزه. دو تا نتیجه گیری از این کار شده و به خاطر همین هم است که حالا ترامپ هر بار تندترین لحن رو بعد از این داشت. دو تا جنبندی از این شده، یا اینکه ایرانی‌ها واقعا جنگ نیابتی رو شروع کردن از عراق، و نتیجه گیری دومی که شده اینه که ایران کنترل خودش رو از دست داده. هر دو تا اینا برای ایران خوب نیست. هر دو تا اینا به هر بار کمک میکنه که این جو سنگین جنگ یا اون چیزی که در حقیقت الان فکر میکنیم که امکان داره اتفاق بیفته اتفاق بیفته. و همونجوری که شما گفتید، نیروهای متعارف گفتم در هر شکلی از اون به هر بار برای ایران بسیار خطرناکه. کنترل داشته باشه یا کنترل نداشته باشه برای ایران بسیار خطرناکه. خانم نایید، نظر شما چیست؟ آیا فکر میکنید که اونطور که به هر حال آقای نوربخش توضیح دادن که احتمالاً دو نگاه هست، یکی اینکه ایران همین حالا دنبال این هست که این درگیری رو به نوعی شروع بکنه، یکی دیگه اینکه نه ایران نمیخواد شروع بکنه اما از دستش خارج شده برای اینکه تعداد گروه های نیابتی که در منطقه داره زیاد هستن، شما چی فکر میکنید؟ ببینید، آقای خامنه‌ای گفتش که جنگ نمیشه و مذاکره هم نمی‌کنیم. هیچ وقت نگفتش که ما جنگ نمی‌کنیم. یک جوری این ترس رو و اقدام نکردن برای جنگ رو به آمریکا نسبت داد، جنگ نمی‌شود و مذاکره نمی‌کنیم، اما گفتش که مقاومت رو ادامه میدیم. در ادبیات آقای خامنه‌ای مقاومت منظور محور مقاومت هست و همین گروه‌های نیابتی که در طول این سال‌ها تونسته در یمن، در عراق، در لبنان، در فلسطین، در شمال آفریقا و در افغانستان ایجاد بکنه. جمهوری اسلامی در مورد عراق نفوذی اونجا نداره. جمهوری اسلامی اونجا گروه نیابتی داره، تروریست داره، اونجا شرارت میکنه و چون نیروی مسلح داره در مقابل مردم غیر مسلح و مسلحه که میتونه اقدامات ایذایی بکنه، امنیت رو از بین ببره، بتونه آدم بکشه، ولی این معنیش نفوذ نیست. این نه معنیش نفوذ اقتصادیه، نه معنیش نفوذ سیاسیه. عراقی ها هم مردم و هم سیاستمداراشون متوجه این مسئله هستن و متوجه هم هستن که اگر بین ایران و آمریکا تنش بالا بگیره، اون وسط در واقع برگی هستن که هر دو طرف میخواد استفاده بکنه. منتها کاملا طرف آمریکا رو میگیرن و میخوان که دست و پای ایران رو از عراق جمع بکنن، یک مقدار توش گیر کردن، ولی این که شما فکر بکنید که بخوان به هیچ عنوان سمت ایران وایسن و بخوان که نفوذ شرارتگونه ایران رو توی عراق بیشتر از این تحمل بکنن، نه، اصلا اینطور نیست. آقای گلزاده، نظر شما چی هست؟ آقای به نظر شما ایران الان کنترل کافی و لازم رو داره برای اینکه اون چه که میخواد پیش ببره؟ حالا ما دقیق نمیدونیم که واقعا آقای خامنه‌ای میگه جنگ نمیشه، ما مذاکره هم نمی‌کنیم، اما به هر حال مسئله این است که مذاکره اگه نشه، ممکن هست در فضایی که نیروهای نظامی زیادی در منطقه هستن هر اتفاقی بیفته. فکر میکنید واقعا ایران الان کنترل داره؟ با سلام به شما و مهمانان برنامه بینندگان محترمتون. ببینین، من واقعا تعجب میکنم که هر سه مهمون برنامه شما مبتنی بر فرضیاتی بر خلاف اون چه که در روی زمین در عراق در جریان هست تئوری های ارائه میدن. مثلا آقای دستپیش و خانم محترم فرمودن که حضور امنیتی فرمودن که حضور امنیتی ایران در عراق، یا سرکار خانم فرمودن که شرارت ایران در عراق، یا آقای نوربخش به در حقیقت فالس فلگ یا عملیات پرچم دروغین بغداد اشاره کردن.
من در پاسخ به این عزیزان فقط یک جمله از آقای مسعود بارزانی میگم. اینو در کنفرانس خبری که همه دنیا شاهد بودن گفت. آقای بارزانی گفت داعش به دروازه های اربیل رسیده بود. نیروهای امریکایی در داخل عراق پایگاه داشتن. ما به دوستان امریکاییمون تماس میگرفتیم و جواب تماس ما رو نمیدادن. ما در آستانه سقوط بودیم و داعش داشت اربیل رو کاملا تصرف میکرد و ما از برادران ایرانیمون کمک خواستیم و بلا فاصله به کمک ما شتافتن و داعش رو سرکوب کردن. در بغداد هم همینطوره، یعنی ما رهبران بغداد رو هم میبینیم که میگن برادران ایرانی ما در اسلحه خونه هاشون رو برای ما باز کردن، نیروهای مشاورشون رو فرستادن و نیروها رو اینجا آموزش دادن، ما تونستیم داعش رو سرکوب کنیم. در رابطه با حادثه بغداد، آقایون در حقیقت مهمونای برنامه‌تون مبتنی بر یک فرض باطل دو تا نظریه میدن که میگن یا ایران کنترل نداره یا ایران میخواد جنگ نیابتی رو شروع کنه. اگر همچنین در حقیقت تئوری هایی میخوان ارائه بدن، مبتنی بر چه پیش در حقیقت چه مستندی؟ هیچ مستندی وجود نداره که نه ایران نه نیروهای وابسته به ایران در حمله به سفارت عراق نقش داشته باشن. اساسا چه سودی برای ایران داره این حمله به یک مرکز دیپلماتیک؟ در حقیقت من به سوال شما بخوام پاسخ بدم، این که نیروهای به صورت خلاصه، این که نیروهای متحد ایران برخلاف نیروهای متحد امریکا کاملا مش مستقل دارن، متحد ایران هستن اما تصمیم گیری هاشون مستقله. چه حوثی ها در یمن از سال 2014 به همین شکل بوده، یعنی روز زمانی که ایران مخالف حضور اونها در صنعا بود، اونها در صنعا حاضر شدن، تا به امروز این صورت بندی شما که یا ایران روی اونها کنترل نداره یا اگر کنترل داره این به تنش بین ایران و امریکا منجر میشه، صورت بندی غلطیه. در حقیقت ایران اونها آره قلی زاده فکر نمی کنید به طور بالقوه عرش مستقل خودشون رو دارن متوجم. در عراق مشاهدیم که نیروهای متحد ایران روابط گسترده دارن با مقامات امریکایی دیدار متوجه صحبتون شدم. شما میفرمایید که اینها گروه های مستقلی هستن، از ایران دستور نمیگیرن. توی یکی از صحبت هایی هم که ما پخش کردیم پیش از شروع این بحث بود از طرف یکی از فعالان حوثی، ولی بحث این هستش که آیا فکر می‌کنی به طور بالقوه همین این دوچار ایران رو بیشتر دوچار مشکل می‌کنه؟ یعنی اگر به هر حال اگر میتونست قدرت و در واقع برش لازم رو روی این گروه‌ها داشته باشه، کارش الان راحت‌تر می‌بود؟ ببینین، ایران رابطه‌اش با متحدانش رابطه دوستانه است، رابطه در زمانی که امریکایی ها جواب تلفن متحدانشون رو نمیدادن، ایرانی ها اونجا حاضر شدن و داعش رو سرکوب کردن. در رابطه با حوثی ها، ایران در یک سال گذشته در رابطه با مسئله یمن میانجیگری کرد برای گفتگوهای صلح، گفتگوهایی که طرف وابسته به عربستان، امارات و امریکا زیر میزش زدن و تن ندادن. شما انتظار دارین حوثی ها و مردم یمن، قبایل یمن، بعد از 4 سال بمبارون تمام مراکز نظامی و غیر نظامی، تمام شهرها و جاده ها و بیمارستان ها که نمونه اخیرش چند روز قبل صورت گرفت، هیچ واکنشی نشون ندن به این خاطر که ممکنه تنش ایران و امریکا زیاد بشه یا کم بشه. خیر، اینطوری نیستش. نیروهای یمنی و حق مشروع دارن برای دفاع از خودشون. طبق گزارش های سازمان ملل بالغ بر 70-80% اهداف داخل یمن که چندین هزار کشته داشته اهداف غیر نظامی بوده. متوجهم، اینو که میفرمایید متوجه میشم. من منظورم این هستش که به هر حال این گروه ها به نوعی منتسب به ایران حساب میشن. اگر ایران نتونه اینها رو کنترل بکنه و به هر حال گروه هایی در خارج از نظر ایران بیان و اقداماتی بکنن، ایران هست که باید پاسخگو باشه. اینطور نیست به نظر شما؟ خیر، اصلا اینطور نیست. این نیروها نیروهای منتسب به ایران نیستن، متحدان مستقل و متحدان مستقل ایران هستن که رابطه دوستانه، برادرانه و مشترک با ایران دارن. بذارید نظر آقای نوربخش رو بشنویم. آقای نوربخش بفرمایید. والا به نظر من اینها یه مقدار تفکرات افواهی و در خواب ما میتونیم از این تفکرات صحبت بکنیم. من خیلی تعجب میکنم که اینها متحدان ایران هستند، اما ایران نمیتونه از اینها درخواست بکنه در شرایطی که جنگ طلبان خارجی و جنگ طلبان داخلی، حالا به یه شکلی بولتون ها
دارن کوشش میکنن توجیه درست بکنن برای حمله به ایران، ایران نمیتونه که از اینها تقاضا بکنه که الان من رو وادار نکنید یا وارد در حقیقت یک معرکه دیگه نکنید. این برای من بسیار تعجب آوره که این گروه ها در حقیقت این استقلال رو دارن که از ایران هزینه بکنن. این خیلی بحث به نظر من عجیبیه و بحثیه که اصلا من نمیدونم کجا باید این بحث رو کرد. ببینید شما اگه بخواید بفهمید در حقیقت چطوری سایه جنگ داره سنگینی میکنه بر سر ایران، تو همین بریفینگ کنگره که رفتن آقای بولتون و بقیه، سوال ازشون شد، میدونید که در آمریکا بعد از سپتامبر 11 در یک میلیتری اتوریتی یک اجازه دفاع به دولت بوش داده شد در سال 2001 و این اجازه رو استفاده کرد و جنگ خودش رو شروع کرد با عراق، یعنی اصلا وارد عراق شدن. خب الان از آقای پومپیو دارن سوال میکنن که آیا شما این اجازه دفاع رو استفاده در مورد ایران نمی کنید و اون جواب نمیده به این، یعنی اینقدر داره سایه جنگ بر ایران سنگینی میکنه و کسانی که توجیهگر اعمال در حقیقت جمهوری اسلامی هستن در عراق و بقیه جاها نمیتونن این رو بیان بکنن که چگونه یک کشوری که این همه حامی داره در بیرون نمیتونه ازشون تقاضا بکنه که ایران رو وارد یک معرکه عظیم نکنن. چرا از مردم ایران باید هزینه بکنن این دوستان ایران؟ اجازه بدید خانم فرهاد هم صحبتشون رو بکنم، برگردم به آقای قلی‌زاده. بفرمایید خانم فرهاد. راستش این که فکر بکنید این گروه ها دارن خودشون یه سری عملیات ایزایی انجام میدن و در حال از کردیت ایران خرج میکنن، به نظرم درک ناقصی از شرایط رو نشون میده. اینها به دستور ایران تشکیل شدن، با ایران همکاری میکنن و تمام کارهایی که دارن میکنن نه توان نظامیش رو دارن، نه توان تسلیحاتیش رو دارن، نه توان مالیش رو دارن. خودشون هم اشاره کردن که آموزش دیدن، مهمونتون هم اشاره کرد که اینها جمهوری اسلامی اینها آموزش داده در یک پیوندی با اینها هست، اینها با هماهنگی جمهوری اسلامی هست. در این موردی که نفتکش ها حمله شد، بیمه نروژی اعلام کرد که شواهد کافی داره که دست ایران در این حمله بوده و اینطوری بوده که اینا رفتن زیر کشتی ها بمب چسبوندن. توی همین هیرینگ کنگره در اینجا در آمریکا دموکرات ها علارغم تمام اختلاف نظرهایی که داشتن با ترامپ و بولتون سر در مورد نحوه مواجهه با ایران اصلا نتونستن رد بکنن دست داشتن ایران رو در حمله به نفتکش ها. در منطقه سبز هم در دست بررسی هست، به نظر میاد که کار ایرانه، ولی خب به هر حال هنوز خانم فرهاد چرا باید ایران چنین کاری بکنه در شرایطی که خودش میگه من نمیخوام جنگ بشه؟ ایران هیچ وقت نگفته من نمیخوام جنگ بشه. ایران گفته جنگ نمیشود. در واقع از یک موضع محکمی صحبت کرده، در حالی که رد نکرد که مقاومت خواهیم کرد. منظور از مقاومت محور مقاومت و جنگ‌های نیابتیه. به خاطر اینکه زمانی که جمهوری اسلامی دست از این حمله ها بکشه و زمانی که دیگه هیچ حرکت ایزایی در منطقه توسط نیروها و میلیشیاهایی که آموزش داده نکنه، فروپاشی شروع میشه. یعنی دیگه هیچ توجیهی برای بودنش در داخل نیست. اعتراضات، اعتصابات و ناراحتی‌ها در داخل هم که می‌دونیم هم و به سرعت شروع از بین رفتن میکنه. بنابراین برای اینکه بتونه سر پا بمونه باید همینجور حرکتی رو شروع کنه. شما و گروهتون یکی از گروهای هستین که مخالف جمهوری اسلامی هستید و فکر میکنید که جمهوری اسلامی باید براندازی بشه، اینطور هست؟ من فهم خواهم قبل از اینکه بحث رو با شما پیش ببرم این رو صحبت بکنیم. بنابراین آیا موافق هستید که هر نوعی جمهوری اسلامی براندازی بشه حتی اگر اون جنگ بشه؟ ببینید اینکه حتی اگه جنگ بشه به نظرم یک تفکر کلاسیک از جنگ نشون میده، انگار که مثلا آمریکا باید بیاد سر تهران بمب بندازه با هواپیما بعد اونجا بتره که روزن. ما الان توی ما مردم با جمهوری اسلامی تو جنگ هستیم همین الان، من تا این جنگ رو نه ما شروع کردیم نه ما خواهانش بودیم، این جنگ تحمیل شده به ما. 40 ساله که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع از اون انقلاب تشکیل شده، مسلح شده، اعلان جنگ به مردم کرده. پس ما در یک جنگی فراخوانده شدیم، همینجور هر روز داریم تلفات میدیم، نه محیط زیست داریم نه اقتصاد داریم با ورود سپاه به اقتصاد، نه سینما نه تئاتر نه هنر نه سیاست، سفره‌های مردم رو دارید میبینید، وضعیت امنیت رو دارید میبینید، وضعیت خودکشی ها. سپاه به علاوه در مناطق اتنیکا و اقوام با تجهیزات سنگین در حالی که نبرد 40 سال است در منطقه، با در سوریه
چند سال در جنگ، گروهای نیابتیش در همه جای منطقه پخش شدن. در عرصه بین الملل از روزی که سفارت آمریکا رو فتح کرد، یک دیکلریشن آف وار به صورت رسمی به آمریکا داد، تا امروزش هم نه در کلام نه در عمل هیچ جای مزایقه نکرده که در حد توانش تونسته به منافع آمریکا لطمه بزنه. بنابراین این حکومت با مردمش و با مردم منطقه و با مردم دنیا با آمریکا در جنگ، ماهیتش در جنگه. بله، ما فکر می‌کنیم که هر گروهی که بتونه بازدارندگی داشته باشه و هر کسی که بتونه کمکی به ما مردم بکنه، البته ما امیدی نداریم، امیدمون به فعالیت‌های خودمونه، ولی هر جایی که بتونه بازدارندگی داشته باشه و مقابل سپاه پاسداران وایسه، از روی منطق کنار ما مردم ایستاده. آقای قلی‌زاده، شما مخالفت داشتید با صحبت‌ها، بفرمایید. ببینین، یکی از دوستان در حقیقت هر سه تا مهمان دیگه برنامه و به نوعی گزارش اولیه مدتی از ساکت هستن، عذرخواهی میکنم، میرسم خدمتتون. بفهمین آقای قلی‌زاده، فرمودن که توجیهگران سیاست ایران در منطقه. نخیر، بنده توجیهگر سیاست ایران در منطقه نیستم، آقای مسعود بارزانی توجیهگر سیاست ایران در منطقه است. رهبران بغداد و رهبران کشورهای منطقه که ایران تونسته تروریسم مجازات ببره، توجیهگران سیاست ایران در منطقه هستند. سرکار خانم فرمودن بیمه نروژی گفته در حقیقت یقین داره که این کار ایرانه. من تصور میکنم ایشون حتی یک کلمه از گزارش بیمه نروژی رو نخوندن. در اون گزارش 5 بار کلمه های لایکلی استفاده شده، هیچ مستندی وجود نداره و میگه که چون که برخی نیروها در امارات گفتن ممکنه سپاه ایران باشه، باز دوباره با تاکید های لایکلی، یعنی احتمالاً، به احتمال زیاد، این ایران بوده، یعنی کوچکترین مستندی اونجا وجود نداره و حتی هیچ جایی هم به یقین گفته نشده. در ابتدای گزارشتون شما فرمودین که نفسها در سینه ها حبس است. در دوستتون گفتم که سایه جنگ بر ایران وجود داره. شما معتقدی نداره؟ من استناد میکنم به صحبت آقای ترامپ. ممکنه که برخی از دوستان مثل این اپوزیسیون وابسته، مثل جریان سوم، مثل مجاهدین خلق، مثل آقای رضای پهلوی و با همراهی بولتون و در حقیقت همون گروه بی تیم به دنبال جنگ باشن. اما آقای ترامپ در خواهیم فقط بهتون وقت میدم، اجازه بدید صحبتشون تمام شه. آقای ترامپ در همون شبی که اون توییت رو زد و اون توییت شد تیتر بی بی سی در که ما پاسخ ایران رو خواهیم داد و فلان، توییت یه خطی شد تیتر اصلی سایت بی بی سی، در همون شب در مصاحبه با فاکس نیوز 5 بار گفتش که ما به هیچ وجه دنبال جنگ با ایران نیستیم، ما به هیچ وجه من قصده بود عذر میخوام آقای نوربخش، از ببینید سوالتون تمام شد، من برمیگردم به شما. بفهم، فقط سریعتر آقای قلی‌زاده بفهم. 5 بار آقای ترامپ گفتش که ما به هیچ وجه دنبال درگیری با ایران نیستیم. درست میفرمایید و اون رو هم البته همه خبرگزاری ها گزارش کردن. فقط گفتش که ما به دنبال جنگ اقتصادیم، صادقانه هم گفتش مشی امریکا مشی در حقیقت جنگ اقتصادی و روانیه. حالا ممکنه یه توییتی هم بزنه، این بازی روانی به این خاطر که امریکا همه کارت های تحریمیشو بازی کرده. از دو نفر دیگه که میخواستن مخالفت بکنم به صحبت شما بشنویم. خانم فرهاد بفرمایید، شما مخالف بودی به صحبتش. ببین، اگه صحبت‌ها و استدلالای این مهمانتون مثل همین صحبتی باشه که در مورد جریان سوم کرد و ادعا کرد که وابستگی به آمریکا داریم، پس میشه فهمید که استدلال‌های دیگه‌اش هم هیچ پایه‌ای نداره. صحبتی که شما می‌کنید در تلویزیون مثل بی بی سی بار حقوقی داره. شما آیا مستنداتی دارید که جریان سوم به آمریکا وابسته؟ آیا شما که میگید حوثی‌ها حق دفاع مشروط از خودشون دارن، چند سالی که عربستان اونها رو مورد هجوم قرار داده، همین حق دفاع مشروع رو برای مردم داخل ایران، برای بلوچستان، برای کردستان، تهران، کشاورزای اصفهان، فعالین محیط زیست که مورد هجمه سپاه پاسداران قرار گرفتن قبول دارید؟ آیا کسی شما رو وابسته کرده به جمهوری اسلامی در صورتی که شما به خودتون اجازه میدید که راحت بقیه رو منتسب بکنید به آمریکا؟ منتسب بودن به آمریکا بد نیست، ولی جریان سوم به هیچ کشوری منتسب نیست. خب اجازه بدید آقای نوربخش هم صحبتشون رو بفرمایید. ما حمایت می‌کنیم از هر نیروی آقای نوربخش، اجازه بدین آقای قلی‌زاده دو کلام بفرمایید، بعد بفرمایید آقای قلی‌زاده خیلی سریع. و
بنده مستندم صحبت سرکار خانم در همین در حقیقت مصاحبه است، گفتن که ما در کنار گروه‌هایی هستیم که بخوان با سپاه پاسداران با نیروهای نظامی ایران درگیر بشن. خب این به معنی وابستگی با دشمن ایرانه، این به مشخصه. وقتی شما از تحریم‌ها حمایت می‌کنین، وقتی شما از تروریستی خوندن بخشی از نیروهای نظامی کشور که ابزار بازدارندگی دفاعی کشور دفاع می‌کنین، این به جز وابستگی معنی دیگه ای نداره. خب بذارید این بحث رو دیگه شخصی نکنیم، بذارید بشنم آقای نوربخش میگه. آقای نوربخش بفرمایید. حالا من تعجب میکنم از مهمان شما که حرفهای آقای ترامپ رو قبول میکنن. ایشون دارن در حقیقت ادعاشون این هست که ترامپ 5 بار در تلویزیون فاکس نیوز گفته که ما با ایران جنگ نمیخوایم بکنیم. این خیلی حرف تعجب آوری هست که ایشون یک دولتی رو که و افرادی که جنگ طلب هستند و همه رو دارن میسازن برای جنگ با ایران، حرفاشون رو قبول بکنن. ایشون استناد کردن به کارهایی که سپاه درون عراق کرده. من در مورد اربیل هیچ با ایشون مخالف نیستم، اما ایشون جواب بده که چرا در بصره وقتی که مردم دست به اعتراضات میزنن، کنسولگری ایران رو مردم عراق در بصره به آتش میکشن. یا اصلا تا همین چند روز صحبت های آقای سیستانی رو ببینن، صحبت های بقیه رو ببینن. آقای سیستانی وقتی که با آقای روحانی میشینه ملاقات میکنه با روحانی، میگه ما نمیخوایم که تنش های هیچ کسی درون عراق بیاد، ما میخوایم که عراق در صلح و امنیت به سر ببره. این حرفا هست. الان تمام در حقیقت زمامداران دولت عراق هرگز نمیخوان که ایران در حقیقت یک تنشی رو درون خاک عراق شروع بکنید با دولت آمریکا. هیچ کدوم از اونا حمایتی نکردن که ایران این کار رو بکنه. من سوالم این بود که چرا اون گروهی که در حقیقت حمله موشکی میکنه به منطقه سبز، چرا از مردم ایران هزینه میکنید؟ چرا در حقیقت تو این دوران یا در این وادی، در این زمانی که دارن برای ایران کیس درست میکنن، ایران رو دارن مرتبط میکنن به این و اون، چرا دولت ایران یا سپاه نمیتونه از این گروه هایی که طرفدارش هستن بگه که دست روی دست بگذارید، الان زمان این کارا نیست، به خاطر که ما وارد یک جنگ نمیخوایم بشیم؟ چرا این سوال ساده رو نمیتونه؟ چه در بغداد همچین عملیاتی رو انجام داده و مستند به چه استدلال هایی میفرمایید که گروه های نزدیک به ایران در بغداد این عملیات رو انجام دادن؟ خب با هم صحبت کنید هیچ کس نمیفهمه چی میگید. بذارید آقای نوربخش بگم. بفهمید آقای نوربخش. نمیدم. رویترز یه دونه گزارش تهیه کرده از 3 مقام بالای ایرانی مصاحبه گرفته که اسمشون فاش نشده. 2 نیروی امنیتی عراق، نیروهای امنیتی عراق میگن اون در حقیقت اون موشکی که از جنوب بغداد پرتاب شده به منطقه سبز، اون هم در حقیقت سکوی پرتابش شکل اون چیزی که ایرانی‌ها درست کردن و هم موشکی که پرتاب شده است. دیگه بیشتر از این من نمیتونم داکیومنت و اسلحه بهتون، یعنی در حقیقت بهتون چیزی نشون بدم. خود اونها مظنون هستن. خب به نظر میاد که آقای نوربخش، آقای قلی‌زاده با شما موافق نیستم، ولی اجازه بدید ما بحث رو ببریم در مورد مسائل داخلی عراق که به هر حال روی این قضیه هم تاثیرگذار هست. من باز میخوام از آقای دستپیش این رو بپرسم. آقای دستپیش، اون چه که آقای نوربخش بهش اشاره کردن مسئله مهمی هست، این که مثلا در سفارتخونه های ایران دوچار آتیش سوزی شد و بهش حمله شد، بعدن خب به سفارت آمریکا هم همینطور حمله شد. بحث در واقع این روی زمین اگه بخوایم تو عراق ببینیم، نقش ایران و آمریکا چطور تعریف میشه؟ چقدر عراقی ها به هر کدوم از این کشورها نیاز دارن برای اینکه در واقع ادامه بدن زندگی روزمره در عراق رو؟ میدونیم که مثلا عراق حتی به لحاظ مثلا برق، آب و اینها گاهی به ایران احتیاج داشته. آیا اینها تاثیر داره روی اینکه اونها چه تصمیمی در مورد این اتفاقات اخیر بگیرن؟ البته خانم قاضی‌زاده، حقیقتش من دوست داشتم دوستان بحث رو ادامه بدن، چون که فضا در حقیقت بحث به سمتی میره داره که بحث خیلی تکراری مطرح میشه، مخصوصا آقای رافی ببخشید قلی پور این بحث رو مطرح میکردن. و اما یه سری نکاتی رو اشاره کنم بعدش برم جواب سوالشون رو بدم. اولا موضوعی که ببینید، در حوزه کار سیاسی بعضی موقع شما یه گفتمان ساخته ای رو به افکار عمومی میدین
تا از این طریق بتونید منافعتون رو تأمین کنید. لولویی که آقای بارزانی از ایران درست کرد موقعی که داعش اومد باعث جدیت امریکایی ها و اروپایی ها شد. زمانی که آقای قاسم سلیمانی در یکی از به اصطلاح مراکزی در اربیل قدم میزد و به اصطلاح منتظر جواب آقای بارزانی بود، اون موقع بود که بازی که با جمهوری اسلامی کردن در مورد داعش نتیجهش برعکس شد به اون مسئله که در رفراندوم اتفاق افتاد. میخوام این نکته رو اشاره کنم که نگاهتون نسبت به عراق و فضای سیاسی و بازی سیاسی که در اونجا وجود داره بر همان منطقی استواره که خب رسانه هایی در حوزه جمهوری اسلامی دارن اونو تبلیغ میکنن. به نظر من این تاکتیک خیلی تاکتیک کارآمدی بود و تا به امروز هم ادامه داره و حتی بعد از رفراندوم هم این مسئله ادامه داشت تا اینکه به نتایج خاص خودش برسه. دومین مسئله ای که در رابطه با عراق و حضور جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به اون مطرح میشه، دوستانی که از دور عراق رو میبینند هنوز با این نکته آشنا نیستن، از خودشون سوال کنن که ساختار نیروهای امنیتی که در عراق وجود داره به چه شکلیه. تا اون موقع این سوال رو مطرح کنیم که اگه قرار یه اتفاق امنیتی در عراق بیفته، کدوم بخش از این نیروهای امنیتی میتونه اطلاع داشته باشه یا در جریان باشه. به همین دلیل اگه شما به اون ساختار امنیتی در عراق نگاه کنید، به غیر از بخش ضد ترورش، بقیه اونها نیروهای شیعه هستند که بخشی از اونها رو جمهوری اسلامی سازمان داده و بخشی از اونها رو که در موقعی که اپوزیسیون بودن اینها را به اصطلاح به نیروهای تبدیل کرده تا بتونن یه سازمان امنیتی رو به پیش ببرن. به این دلیل این حرف رو میزنم که اتفاقاتی همچون پرتاب موشک رو داعش پرتاب نکرده، موشک که گروه های سنی تندرو پرتاب نکردن، مطمئنن گروه های به این منطقه پرتابش کردن که مشخصه که سپورت امنیتی دارن. چرا این حرف رو میزنم؟ شما اگه به بغداد سفر کنید، حوزه منطقه سبز، حاشیه‌ای که برای امنیت منطقه سبز درست شده، این حاشیه اجازه به داعش، گروه های تندروی سنی یا گروه های دیگه به هیچ وجه اجازه داده نمیشه یا اصلا وجود ندارن، پاکسازی شدن تا بتونن به خمپاره یا هر نوع سلاح دیگه ای رو روانه به سلاح منطقه سبز کنن. به همین دلیل بنده هرچند که هیچ سند و مدرک خاصی ندارم، اما با توجه به شناختی که از ساختار سیاسی امنیتی عراق امروز دارم، این گمان نزد بنده تقویت میشه که گروه هایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن احتمال که به اصطلاح بانی این کار بودن. با چه توجیهی آقای معذرت میخوام قبل از اینکه پیش برید، با چه توجیهی؟ مگه نه اینکه به هر حال ایران الان درگیر مسائل مشکلات اقتصادی گسترده است و دست کم رهبرانش هم میگن که دنبال جنگ نیستند، با چه توجیهی باید این اقدام بکنن؟ اتفاقا میخواستم جواب این سوالتون. ببینید، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی داخل کشورشه، یعنی کشورش که نه، حوزه استحفاظیش. پاشنه آشیلش اینه که مسائلی که قرار اتفاق بیفته به داخل به اصطلاح محدوده جغرافیای ایران وارد نشه. پاشنه آشیل ایالات متحده در منطقه قبل از اینکه مناطق دیگه باشه عراقه. به این معنا که اگر قرار برخورد جدی به اصطلاح نگرانی جدی به هم ریختگی دوباره‌ای درست بشه، اون امکان بیشتر در عراق وجود داره و به همین دلیل، به دلیل اینکه ساختار سیاسی کل مجموعه‌ای که در عراق امروز وجود داره، خب طبیعتاً امریکایی ها اونو مال خودشون میدونن و حوزه خودشون میدونن و به نوعی اگر کنترل اون رو از دست بدن، به نوعی تأثیر میذاره بر روی تمام منافعی که در منطقه دارن. چرا این رو میگم؟ آقای پول ولفویت زمانی گفتن که ما در عراق زلزله ایجاد خواهیم کرد که بتونه تمام خاورمیانه رو به اصطلاح با خودش بلرزونی یا تشعشعاتش احساس بشه. عراق برای ایالات متحده اون مرکزیت رو پیدا کرده که در حال حاضر به اصطلاح تبدیل به یک نوع منطقه حساس شده. به همین دلیل اون چیزی که جمهوری اسلامی در عراق انجام میده یک نوع بازیه، به اصطلاح بازی که به این معنا که سیگنال بازی 0-100 رو به ایالات متحده بده که من میتونم به اون جاهایی که احساس کنم که حوزه امنیت ملی شماست وارد بشم و در اون موقع به اصطلاح مانور بدم.
خب بجز این که بخواد در واقع یک دندانی به آمریکا نشون بده، بگه ببین من میتونم تا این نزدیکی تو بیام، چه فایده دیگه ای برای ایران داره اگر که ایران دنبال جنگ نیست؟ خب این یکی از اون مشکلاتیه که در متاسفانه خیلی تبلیغ شده که جمهوری اسلامی قدرت منطقه‌ای و غیره. ببین قدرتی که جمهوری اسلامی در منطقه داره یک قدرت نامتقارنه. اگه بخواد بحرانی رو در منطقه درست کنه با دولت‌ها نمیتونه این کارو بکنه، بلکه با نیروهای میلیشیایی و گروه‌های به اصطلاح غیر دولتی این کار انجام میده. به همین دلیل این توانهایی که از خودشون نشون میدن به این معناست که بازی نامتقارن در منطقه در دست ماست و ما میتونیم از طریق این بازی غیر متقارن هر نوع بازی متقارن شما رو به هم بریزیم. و این مشکل استراتژیکی است که آقای قاسم سلیمانی فکر میکنه که این با این روش میتونه به اصطلاح به جنگ عصر جهانی شدن بره و به همین دلیل از همین روش استفاده میکنن و فکر کنم عادت کردن یا به نوعی بازی است که بیشتر با اون آشنا هستن. آقای نوربخش، من پیش از برنامه با شما صحبت میکردم، شما خیلی نگران هستید، گفتید به من که نگران هستید که یک جنگی در راه باشه. میشه یه مقدار بیشتر برام توضیح بدید چرا؟ من توی آمریکا نشستم، همینجور که همینطور که شما میدونید به هر بار روند رو دارم دنبال میکنم، دارم میبینم که همین نتانیاهو، آقای بولچون، آقای پومپیو، نیوکانه ها در آمریکا چه برنامه‌ریزی دارن میکنن و هر روزم در حقیقت بحثای اینها هست. و از طرف دیگه شما یک رئیس جمهور رو میبینید که این رئیس جمهور اراده کل برای تصمیم گیری خصوصا در سیاست خارجی نیست. الان یک دونه چیپی الان اومده بیرون از آقای نتانیاهو که میگه ما نهایتاً، این لیک کرده بیرون که ما نهایتاً آقای ترامپ رو قانع کردیم که از برجام بیرون بیاد. این اولین بار در تاریخ آمریکا که دولت اسرائیل حالا با اون گروهی که در خاورمیانه ایجاد کرده، اینها تاثیرگذار 100% هستن در سیاست خارجی ایران. فکر می‌کنید اونها جنگ میخوان الان یا همین که برجام از دست رفت راضی بوده؟ من الان داشتم شما جواب سوال شما خانم قاضی‌زاده که میگید که اینا چرا این کارا رو انجام دارن میدن، شما برگردید به روزنامه‌های مثل کیهان، روزنامه‌های راست افراطی در ایران و ببینید این اعمالی که اینها بیرون انجام میدن چقدر مورد تایید ایناست. این خیلی جالبه. من این چند روز داشتم به این سر مقالات نگاه میکردم، یا توی عربستان سعودی من داشتم نگاه میکردم روزنامه دولت عربستان سعودی، حالا خود دولت عربستان سعودی چنین چیز رو اعلام نمیکنه، روزنامه دارد مینویسید که آمریکا بیاد یک حمله سرجیکال به ایران بکنه. مرتب هم دارن مینویسن. اون کسانی که دنبال جنگ با ایران هستن، اون کسان هنوز به نظر من این سایه جنگ بر سر کشور ما سنگینی میکنه. و اجازه بدید من یه چیز به شما بگم، این که ما اعلام میکنیم که ما جنگ نمیخوایم، دنبال جنگ نیستیم، این کافی نیست. وقتی که صدام حسین به ایران حمله کرد، به آیت الله خمینی گفتن آقا حمله میکنه، و هم آیت الله خمینی هم آقای بنی صدر که رئیس جمهور کشور ما در اون زمان بود گفت که این چیز اتفاق نمیفته. و آدم نگرانه که رهبران کشور خودش در دنیایی به سر ببرن که این دنیا دنیای واقعی نیست. این دوست عزیز ما الان نقل قول میکنه از ترامپ که ترامپ در برنامه فاکس نیوز 5 بار اعلام کرده که نمیخواد در حقیقت حمله نظامی به ایران بکنه. یعنی قبول میکنن در حقیقت این واقعی که یا تاریخی که برای ما جنگ طلبان خارجی دارن مینویسن رو خیلی به سادگی قبول میکنن و متوجه نیستن که به هر بار دنبال فروپاشی اقتصاد کشور ما هستن و دنبال این هستن که این کار رو هر چه زودتر انجام بدن. حالا نهایتاً دو تا تفکر هست، تفکر ترامپ هست که یه مقداری بیشتر میخواد صبر بکنه و تفکر دوم دنبال تغییر رژیم در ایران هستن. حالا یا این رو از طریق اقتصاد میخوان این کار انجام بدن، یا این که به هر بار همین بحثی که شما کردین، همین نیروهای متعارف این سوال رو باید آینور بخشی که از کسانی که یکی از گروهایی که موافق هستن که به هر ترتیبی این اتفاق بیفته و براندازی صورت بگیره الان اینجا هستن نمایندشون، خانم فرهاد. خانم فرهاد، فکر میکنید اگر یک جنگی اتفاق بیفته و نتیجهش این باشه که براندازی بشه، ولی براندازی به این شکل بشه که به هر حال عده قابل توجهی از مردم ایران صدمه ببینند، حالا یا آواره بشن یا کشته بشن، آیا این هم اون چیزی هست که شما بخواید در اون شرایط هم حاضر هستید که این اتفاق بیفته؟
ببینید کسی دنبال جنگ نیست، به طور مشخص من در مورد خودم اگه میخوام صحبت کنم دنبال جنگ نیستم، ولی ما در یک جنگ قرار داده شدیم. تلفات جاده ما طبق گفته خود مسئولین جمهوری اسلامی برابری میکنه با تلفات جنگ ایران و عراق. تلفات جنگ ایران و عراق رو فقط شما در نظر بگیرید، اینکه جنگ چند مرحله میتونست تموم بشه، ولی با لجاجت و ادالتی که آقای خمینی داشت، با اون مکر و کلک که آقای رفسنجانی اینا سر هم کردن و مردم دروغ گفتن، اون این همه آدم کشته شد، مجروح شدن، مصدوم شدن. نمی‌فهمید در شرایط عادی هم در کشور به خاطر عدم مدیریت انقدر کشته و عدم دیده و چیز داریم که اشکالی نداره اگر که ما در یک بحث دایگاهی نیستم که بگم اشکالی نداره، ولی فقط دارم میگم که خود مسئولین دولت آمریکا هم بارها اعلام کردن که ما دنبال جنگ نیستیم. من با نظر آقای دکتر مخالفم که میگن که یه عده اینجا دنبال جنگن، یا یه عده اینجا مثلث جین درست میکنن، مثلث ب درست میکنن. بولتون با یه داکیومنتری بزرگ رفته اونجا که مثلا ترامپو گول بزنه و بتونه، اون ترامپ جنگ نمیخواد، بولتون میخواد، پومپیو میخواد، هیچ کس در آمریکا الان جنگ نمیخواد، همه دارن رفتار جمهوری اسلامی رو فقط نگاه میکنن. خود مقامات رسمی گفتن ما دنبال جنگ نیستیم، حضور ما در منطقه برای پیشگیری از عملیات تروریستی و شرورانه بیشتر جمهوری اسلامی. کما اینکه وقتی در ادمنستریشن اوباما این ملاحظه وجود داشت، دیدید که چه افتضاح انسانی و حقوق بشری در سوریه به وجود آوردن. بنابراین میگن که ما برای کنترل و برای اینکه جنگ گسترش پیدا نکنه اونجا هستیم. چند بارم تا مورد حمله قرار گرفتن ولی واکنشی نشون ندادن. بنابراین وقتی در مورد جنگ صحبت میکنیم، خیلی مهمه که بدونیم ما توی جنگ هستیم و ماهیت این حکومت در جنگ با مردم. متشکرم خانم فرهاد. آقای قلی‌زاده یک دقیقه وقت دارید، بفرمایید جمع بندی کنید. من فقط خیلی سریع عرض کنم که این که دوستان به حادثه بغداد اشاره میکنن و استناد میکنن به گزارش رویترز که مصاحبه کرده با چند فرد ناشناس، خب مشخصه که این چقدر بی‌پایه و اساسه. ببینید موضع ما در بحث منطقه موضع دفاع از جمهوری اسلامی یا غیره نیست، بحث امنیت ملی ایرانه. صرف نظر اینکه شما چه نوع نگاهی داریم به سیاست در منطقه، به سیاست در جمهوری اسلامی، طرفدار مخالف جمهوری اسلامی هستین یا طرفداری که از جناح‌های داخل هستین، مسئله امنیت ملی یک مسئله فراسیاسی، فراتر از جناح‌های سیاسی و گروه‌های سیاسیه. حالا برخی جریان‌ها که مثل این خانم که الان جنگ رو توجیه می‌کنن و میگن که مثلا تلفات جاده‌ای، خب ایشون احتمالا مطالعات زیادی نداشتن در رابطه با اتفاقی که در عراق افتاد. من با آقای نوربخش موافقم که جناح‌های در امریکا به دنبال جنگ هستن، اما اون چیزی که احتمال جنگ رو به کمترین میزان خودش رسونده، یعنی اون چیزی که جلوی جنگ رو میگیره، صحبت آقای ترامپ نیست. آقای ترامپ از سر استیصال اون جملات رو میگه. شکی در این نیست که اونها به دنبال فروپاشی اقتصادی ایران، حتی درگیری با ایران هستن، اما اون چیزی که جلوی درگیری با ایران رو گرفته ابزارهای بازدارنده ایرانه، توان و امکانات دفاعی ایرانه، برنامه موشکی ایرانه، برنامه پهپادهای ایرانه، تعداد نفرات بالای نیروهای نظامی ایران، خودکفایی ایران در تولید عمده. خیلی متشکرم آقای قلی‌زاده. فکر می‌کنم دیگه بحث رو باید همینجا تمام بکنیم، وقتی نداریم. آقای قلی‌زاده، خانم فرهاد، آقای نوربخش و آقای دستپیش، ممنونم از شما که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این صفحه دوی آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی فیسبوک ما ببینید، روی وبسایت ما هم به اشتراک گذاشته میشه. شب و روزتون خوش.